در نمازهایی که باید آهسته خوانده شود، آیا حرکت دادن لبها و زبان فقط کفایت می کند؟ ایشون مقلد آقای سیستانی هستند. ادعیه و اذکار و حمد و سوره و این مسائل باید از مخرج ادا بشه، یعنی صرف اینکه انسان در ذهنش بگذرونه، در فکرش بگذرونه قبول نیست، باید ادا بشه و احتیاطاً باید طوری ادا بشه که اگر شرایط معمولیه، عادیه، خلوته، سر و صدا نیست، خود ماها لااقل همهمش رو، اون چی بهش میگن، اون زمزمش رو بشنویم، که حالا البته مستحبه که انسان در جایی، همچین جایی خلوت بدون سر و صدا نماز بخونه، اما بنا حالا اگه ما جای شلوغی بودیم طوری باید ادا بشه که اگر الان خلوت بود هم همه و زمزمه ذکر خودمون که از مخرج داره ادا میشه میشنیدیم، اینجوری باید ادا بشه.